آرماتوربندی متری چنده؟ یه دغدغه‌ای که ما همیشه موقع قرارداد بستن با آرماتوربندا داریم اینه که متری چند آرماتوربندی؟ ببینید دوستان، این موضوع به چند تا آیتم بستگی داره و در آخر قیمتش هم اعلام می‌کنم. آیتم اول اینه که نوع سقف شما چی باشه. ما الان تیرچه یانولیت داریم اجرا می‌کنیم و مورد بعدی اینه که چه متراژ رو دارین اجرا می‌کنید. خب قطعاً متراژ روی قیمتی که آرماتوربند به شما میده تاثیرگذاره و نقشه شما هم تاثیرگذاره. یعنی آویز تیرهای شما چند باشه، هر چه آویز بیشتر باشه اجراش سخت‌تر برای اون آرماتوربند. طول دهنه‌های شما چقدره؟ چون هر چه طول دهنه بیشتر میشه تیرچه‌ها سنگین‌تر میشه، علل خصوص وقتی که تیرچه‌های شما دوبل میشه دستمزد شما افزایش پیدا می‌کنه. و به این موضوع هم بستگی داره که ما یه قیمتی رو برای خود سقف تعیین می‌کنیم و اگر دیوار برشی تو پروژه‌تون داشته باشین قیمتش متفاوته، که معمولاً 50%، حالا توافقی هم هست ولی معمولاً 50% از این دیوار برشی بیشتره. دال‌ها رو بچه‌ها قیمت جداگونه می‌گیرن. برای فونداسیون خیلی مهمه. به عنوان مثال من اگه بخوام رو قیمت صحبت بکنم، الان میانگین تو تهران دستمزد آرماتوربندی متر 200,000 تومان تا 250,000 تومانه. برای همچین سقفی با همچین متراژی تقریباً 250 متر سقف داریم توی 7 طبقه، 200 تا 250,000 تومانه. حالا بچه‌ها دیوار برشی اگر داشته باشین مثلا میانگین متری 300,000 تومان تا 350,000 تومان می‌گیرن، بازم توافقیه. راپله رو بچه‌ها جداگونه می‌گیرن با دال، یعنی اینو دو برابر حساب می‌کنن. ولی باز هم ما تو قرارداد میایم به عنوان مثال میرسیم به قیمت متر 220,000 تومان، ولی بهش میگم آقای داده خدا، آرماتوربند ما آقای داده خداست، میگم دالم روی سقف حساب می‌کنم دیگه، اونو دوبل حساب نمی‌کنم. پس اینم میشه توافقی. خب دالام همینه، شما اگر جای دال داشته باشین دو برابر حساب میشه، که بستگی داره که شما چطور قرارداد ببندین و اینو گردن بگیرین که دوبل هست یا نه. و مورد مهم توی قرارداد آرماتوربندی اینه که با آرماتوربند بگین این رو دستمزدش خیلی تأثیر گذاره. معمولا به اندازه یک سقف برای خودشون لوازم تخته و جک میارن و اگر شما تقاضا داشته باشین که حداقل به اندازه 50% بیشتر از ظرفیت یا متراژ سقف بیاد، امکان داره دستمزدش رو ببره بالاتر. برای فونداسیون هم دقت بکنید، موقعی که قرارداد می‌بندیم با آرماتوربند اگر شما کرسی چینیتون رو با آجر انجام بدین مساحت شما نصف حساب میشه. مثلا اگه 250 متر باشه شما کرسی چینی بکنید و قالب نوندن 125 متر حساب بکنن، ضرب در اون 220,000 تومانه میکنن. اگر خودشون قالب ببندن کامل اون 250 متر رو حساب میکنن و از شما دستمزد میگیرن. و چه خدماتی میدن شما باید این موارد هم صحبت بکنید، که هزینه حمل و نقل، چون میخوان قالب بیارن، جک بیارن، دوخته خودشون باشه یا شما توافقیه، ما همه رو میذاریم گردن آرماتوربند ولی دستمزد رو افزایش میدیم. و اینی که موقع بتن‌ریزی بچه‌ها باید خودشون حضور داشته باشن و عملیات پرداختن به عهده بچه‌های آرماتوربند. و نکته مهم، حتما داخل قراردادتون وقتی دارین با آرماتوربند قرارداد می‌بندین قید بکنید که ویبره حداقل دو تا باشه و دستمزدی که میدین منوط به تایید ناظر باشه. یعنی ناظر شما بیا تایید بکنه امکان داره یه قسمت رو ایراد بگیره و ایشون موظفه که اون مورد رو اصلاح بکنه. و در مورد پرداخت هزینه شما همیشه باید یه سقف جلوتر باشین. یعنی چی؟ میگین آقای آرماتوربند شما اگه دو تا سقف تموم کردی من یه سقف با شما تسویه میکنم، رفتی سقف سوم سقف دوم باش تسویه میکنید. این موارد خیلی مهمه که داخل قراردادتون قید بکنید که مشکل بر نخورید.